باشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقای وقت شما بخیر. سفیر روسیه تهدید کرده که ادامه تجهیز تسلیحاتی اوکراین سبب درگیری نظامی آمریکا و روسیه احتمالاً میشه. آمریکا از ابتدای جنگ در حال تجهیز اوکراین بوده، چه تغییر رخ داده که سبب این سطح واکنش در از روسیه شده؟ بله، خب این تجهیزات نظامی همچنان داره ارسال میشه به اوکراین، ولی اتفاقی که افتاد این هستش که هفته پیش بود که مقامات بریتانیا گفتن که سیستم های راکت انداز MLRS M270 رو در اختیار ارتش اوکراین قرار خواهند داد که برد موشکاش تا سقف 80 کیلومتر هم میره. همزمان مقامات آمریکایی گفتن که 4 دستگاه سیستم راکت انداز های مارس رو تحویل مقامات اوکراینی خواهند داد. خب اونم موشکاش تا سقف، حالا بسته میگه چه موشکی رو تحویل مقامات اوکراین داده بشه، تا 300 کیلومتر هم میتونه برد داشته باشه. بنابراین اگر این سیستم‌های راکت انداز دست اوکراینیا برسه و مثلا در شرق اوکراین اونها اینو مستقر بکنن، به راحتی میتونن اهدافی رو در داخل خاک روسیه بزنن و این دقیقا خط قرمزی هستش که روسیه تعیین میکنه برای اوکراین و به خاطر همین هستش که دوباره به نظر میرسه که روسیه روی تهدید اتمیش در واقع داره پافشاری میکنه. کما اینکه در همون ابتدای جنگ هم پوتین یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که نیروهای بازدارندگی اتمی روسیه رو وارد آماده باش در آورد و حتی موشک‌های بالستیک غارپیمای سارمارت رو هم اینها تست کردن که یک موشک در واقع بالستیک غارپیمایی هستش که قابل حمله کلاکی هسته‌ای داره. بنابراین این احتمال وجود داره که در واقع ما دوباره وارد یک فازی بشیم که تهدید اتمی طرفین مطرح بکنن. آقای اصلا تهدیدهای روسیه چه تأثیری روی تصمیم کشورهایی مثل بریتانیا و آمریکا میذاره روی ارسال سلاح‌های پیشرفته به اوکراین؟ این طوری که در واقع در چند روز گذشته ما دیدیم که رهبران اروپایی، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در واقع دیدار کردن با زلنسکی، به نظر میرسه که غرب داره خودش رو برای یک جنگ طولانی آماده میکنه. حالا هزینه‌ای داره که به نظر میرسه که میخواهند بپردازن، اینجور به نظر میرسه. ولی فکر نمیکنم خیلی روی تصمیم اروپایی ها تاثیر بذاره که همچنان این سلاح‌ها رو بخوان بفرستن، ولی ممکنه که اگر این تهدید اتمی روسیه خیلی بیشتر بشه، ممکنه اون نوع موشکایی که برای این سیستم‌های راکت انداز میدن به اوکراینی‌ها، موشکایی رو تحویل بدن اروپایی‌ها و آمریکا که بردشون مثلا 60-70 کیلومتر باشه، یعنی خیلی برد زیادی نداشته باشه که بخوان اهدافی رو در داخل خاک روسیه بزنن. کما اینکه آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه روسیه هم گفت ما تضمین امنیتی گرفتیم از اوکراینی‌ها که اگر ما این سامانه‌ها رو به اونها بدیم، اینها علیه روسیه استفاده نخواهند کرد. بنابراین به نظر میرسه که اگر این سلاح ادامه پیدا بکنه ارسالش به اوکراین، میتونه در واقع گیم چنجر باشه، یعنی برای روسیه، چون دوئلای توپخانه‌ای هستش، وضعیت برای روسیه سخت بکنه. من فکر میکنم به احتمال بسیار زیاد روسیه تهدید اتمی بسیار جدی رو دوباره علیه اوکراین مطرح خواهد کرد.